کجایی میران؟ کجایی؟ چی شد؟ دیدن دوستای دشمنت به درد نخورد؟ به نظر ناراحت میای. تو مشکل چیه؟ هان؟ با این سخمه زبون زدنت میخوای چی کار کنی؟ چی میخوای؟ میخوام بدونم جریان چیه؟ مگه دلیل فرستادن من همین مخفی کاریاتو نیست؟ مامان بزرگ گفت که چرا میخواد بفرستتت؟ منم گفتم هر کاری میکنم به خاطر سلامت این خانواده است. کجاشو نفهمیدی؟ به نظر من تو فقط فکر خوبی خودت هستی. ولی مجبور نیستی تنهایی نقشه بکشی. حالا روز خودتو ببین. گفتنش راحته ولی به عمل که میرسه اینجوری نیست الیف خانم. حالا که مجبور نیستی بفرما با عزیز خانم مخالفت کن. مگه نمیخوای بری؟ نرو لندن ببینم چی میشه. شاید اون موقع بهتر منظورمو درک کنی. نمیرم. من مثل شما نیستم. تو هم اینو میفهمی. اینقدر نگران نباش زهرا. حتما صدای گوشی رو نمیشنون. رسیدن ملکه زنگ زد دیگه، گفت که خوبیم، نگران نباش. راست میگی آقا خزر؟ آره. کار خوبی کردیم، ریحانو فرستادیم اونجا. آره. حداقل امشب میتونه یه خواب خوب داشته باشه. ایشالله بچه همون هر شب راحت بخوابن زهرا. خوب میشه. اونجا حال ریحانو خوب میکنه. شاید فراموش نکنه، ولی خب حداقل از اینجا دوره. دیگه خیالت راحت باشه. سرتو راحت بذار رو بالش باشه. مگه میشه خیالمون راحت باشه آقا خزر؟ خدا میدونه باز مشکل چیه. گل من؟ چرا اون صورت خوشگلتو از ما پنهون میکنی؟ بیا اینجا عزیزم. نکنه یکی شیطونی کرده؟ نه نه مامانش، دختر ما همچین کاری نمی کنه. آره دختر من خیلی عاقله. آره بیا عزیزم بیا. عشق بابایی. یکی دونه مامان. چقدر دلم برای صورت خندونه تنگ شده بود زهرا. همیشه بخند. عزیز دلم. سربازی بودم و چه اتفاقاتی که نیفتاده. میدونم تو از بچه عاشق ریحانی، ولی فکرشم نمی کردم این بلاها سر ریحان بیاد و تو دام همچین عشقی بیفته. تقصیر میرانه، زندگیمونو نابود کرد. ریحانو ازم دزدید. تو این داستان همه ضربه خوردن، همه زخمیان. اون گفت من نمیتونم و گذاشت رفت. شاید رفته که اوضاع یکم آروم بشه. بالاخره تو رو ول نکرده که بره پیش یکی دیگه. نمیخواسته که ناراحت شی. خیلی گفتش به خاطر من خودتو تو آتیش ننداز، ولی معلومه که من نتونستم قانعش کنم که راضیم. اگه ببینمش روبروش وای میستم. ببینیش چی کار میکنی آخه؟ چی کار میکنم؟ تو چشاش نگاه میکنم، میگم تو روم بگو که منو نمیخوای. فقط اونجوری قانع میشم. اون وقت چشماشو بچگی ما خونمونا آشیونما همون جایی که اون میگه رو ول میکنم و تنهایی برمیگردم. باشه داداش، حالا که میخوای با واقعیت روبرو بشی پا
پاشو و روبروش وایسا. حتما این کارو میکنم. من کمکت میکنم داداش. مگه میدونی ریحان کجاست؟ خوب شد برگشتی جلال، خدا رو شکر اومدی. تو به گونول گفتی که میران و ریحان تو کلبه؟ متوجه نشدم. من از کجا میدونستم میران و ریحان تو کلبن ها؟ نمیتونم وقتمو با تو تلف کنم، فهمیدی؟ دیگه به من زنگ نزن اصلا. باید میفهمیدم که دروغه. چیو باید میفهمیدی؟ مادر بزرگ، از که اینجایی؟ متوجه نشدم اومدی. میران کجاست؟ نصف شبه، هنوز پیداش نیست. مگه شما تنهایی هم جایی میرفتی؟ مشکلی نیست، نگران نباش مادر بزرگ. میران امشب رفته ماردین، توی هتل خودمون میمونه. چرا اون وقت؟ چرا نیومده خونه؟ میخواست یکم آروم بشه. میدونی که همونقدر که به هم اعتماد داری، منم بهت اعتماد دارم. فکر نمی کنم به هم دروغ بگی. اشتباه که نمی کنم. نه نه مادر بزرگ، این چه حرفی آخه؟ خیلی خوب، باشه. جواب بده. این چه وضعیه؟ چرا مثل آواره ها خودتو به این ور و اون ور میزنی؟ این چه وضعیه؟ میران پیداش نیست، چند ساعت در دسترس نیست. چی شده؟ مگه نمیگفتی کاری که هیچ کدوممون نتونستیم بکنیم تو کردی؟ نمی گفتی سرنگساب در اومدی و ما را از شر شادقلو خلاص کردی؟ برای مسئله که دیروز به خاطر تموم شدنش خوشحال بودی، الان ناراحتی؟ چرا یه بارم به جای اینکه جوری با هم رفتار کنی که انگار پیروز شدی کمکم نمی کنی؟ میران بازم رفته دنبال دختره، باز با اون میاد تو این خونه، باز اونو صدا میاره. صدا تو ببر گنول، بی خود چرت و پرت نگو، همچه چیزی نمیشه.